آره بابا، بیاین بشین ببینیم اتون. منم رو صندلی نشستم که شما منو ببینید، وگرنه منم میشستم پایین همه با هم دیگه قشنگ. آره آقا بیاین جلو، من قیافم شبیه ابک بغدادیه ولی دلم شبیه سهراب سپهریه. خیلی بمبی توش نیست، نترس. آره ای کوینم قطع کن، دستت درم کن. نه آقا نه، اونو گذاشتیم که گفتیم پیره مرده بیان بالا بشینن که بالاخره به یک وقت جوون یه مشکل داره، کمر درد داره. آخه حاج آقا با دلش نمیشین، رو کمرش فشار میاره، میدونی؟ ربطی به دل و اینا نداره این. آره دیسک کمر این حرفا سرش نمیشه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلى الله على سيدنا و نبينا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل و على اهل بيته الطيبين الطاهرين. خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت. انشالله که تو این جلسات هرچه به خوبان و اولیاش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما هم عنایت بفرمان. خب یه چند دقیقه ای تا دوستانم بیا، ما چون دیرم اطلاع رسانی کردیم و اینا، گفتیم اگه دوستان سوالی دارن. این من یه کاریش کردم بکنم، من دست دارم بشاره الان درست شد، الان خیلی ناز داره نمامش دست. خب من هی بر میرم به چیز دیدیم به این میکروفون اینا، چیزی نیست این داره من بیم بشم. یه چند دقیقه ای راجبه صحبت هایی که از من شنیدین، چون من علامه دهر نیستم بگم هرچی سوال دارید بپرسید، چون بپرسید میگم نمیدونم، اینجوری میشه. صحبت هایی که از خودم شنیدین، مثلا تو لایف دیدین یه وقت، تو پادکست هایی که ما خودمون منتشر، اونایی که واسه ما منتشر میکنن هم نه، چون اونا نمیدونم چی از کجا میارم اون صحبت ها رو. اونایی که خودمون یه وقت سوالی براتون ایجاد شده بفرمایید، من خدمتتون هستم. ما اش خانمون گفته یه سوال از محضرتون کنیم. یه کلیپ دیدم از جناب عالی در مورد مداها و پاکتی که میگرفتن و این داستان میگفتید، گفتم از حاجی آقا بپرسید خودتون چی؟ خودمون چی؟ نه فرموده بوده تو اون کلیپ که تا که این مبلغ اون وقت که پاکت میدادن ما نمیگرفتیم، الان که نمیدن میگیریم. کلن هیچ وقت موفق نشدیم به این که با هم تنظیم بشیم. نه آقا ما که شاغلیم، کاری به این حرفا ندارم، ما شغل داریم، کاسبیم، بیزینسمون رو داریم، همین الان اومدیم مشهد همینجا دنبال کاسبیمون هستیم، بریم یه بیزینسی بکنیم فلان. ما کشاورزیم، کار خودمون رو میکنیم، ربطی به اینا نداره. ولی اون که کسی سله میده، ببین یه وقتی کسی میره برای پول میخونه، خب اون که قطعا مشکل داره. یه وقتی کسی یه جا میخونه، یه کسی یه سله‌ای بهش میده، حال کرده یه هدیه‌ای بهش میده. من یادم میاد اون اوایل منبر بود به یکی از علما گفتم، که یکی از مراجع گفتم حاج آقا مردم وظیفه دارن به ما پول بدن. گفت اگه امام حسین پول گرفت رفت کربلا، تو هم پول بگی برو منبر. به من گفت اگه به هدیه دادن فهمیدی که پول بو میدم نگیر. میگیری چه عرض میکنم؟ هر کی هم آقا خودش میدونه. حالا بعضی میگن مداها اینقدر میگیرن، اونایی که میدن رو چرا نمیگید؟ اون که این پولو میده چرا میده؟ اون از کجا میاره میده؟ میگه چی میگن فلان مدا این تو من گرفته. خب از کجا آورده اون که بهش داده؟ برای چی داده؟ رقمای وحشتناک. حالا رقما که آب میکنن توش دیگه، اون که خب من خودم در جریان همش هستم. 90% ذاکره با هم رفیقیم، میدونم چه خبره. بعدم 4-5 تا مثلا اتفاق اینجوری میفته، بعد همه رو دیگه میشورن میذارن کنار ملت. ولی میخوام بگم همونایی هم که میگیره بازی نمیگه، مثل دادگاه خودمونه، میگه سلطان سکه رو گرفتیم، سلطانی که بهش فروخته چرا نگرفتی؟ اونو بگیر. کی بهش فروخت؟ کی بهش مجوز داد؟ اونا چی؟ حالا میگم فلان مدا هنگام میگیره، اون که بهش میده چرا میده؟ از کجا میاره میده؟ چرا با اون برخورد نمیکنه کسی؟ بعد شما جلسهش میرید، شما چرا میرید؟ اگه مشکل داره چرا میری؟ خب نرو. شما که میخوای فقط صدا حاج فلانی رو بشنوی، خب پولش هم میری میدی دیگه. وگرنه اگه شما گفتن یا ابا عبدالله اشک جاری شد، دیگه لازم نیستش که بنا حتما حاج فلانی رو بیارن تا شما گریه کنی، یا مثلا تا مجلس شروع بشه گرم بشه. یعنی میخوام بگم الحمدلله در تخته به هم جوره، هممون میگیم چرا فلانی اینقدر پول گرفته، همون فلانی بیاد هممون میریم. خب طرفم یه کسی یه وقت دنبال یه بیزینسیه،
میگه که خب من میخوام جلسه‌م شلوغ بشه، خب فلانی دعوت میکنه دیگه. میخوام یعنی یه نفر این وسط مقصر نیست، تقصیر همه است، غیر از این که اگه یکی مثل منم گفت من پول نمیگیرم و نه فلان، گول این حرفا رو هم نخورید. شاید من پول نمیگیرم دنبال یه چیز دیگه هم، تو از کجا میدونی؟ خودش شهوتیه. آقا من معروف بشه، آقا میری پول نمیگیره، خودش اندازه 1000 تا بیلبورد کار میکنه، یه کسی یه بیلبورد میزنه معروف شه، یه کسی به پول میگه نه، همه دهن به دهن میگن فلانی پولی نی فلانی پولی نیست، معروف میشه. این چیزا کلا سرتون نذاره آقا، چون اصلا معیار نیست. من اون همون حاج آقا به من میگفت لا به شرط باش، به شرط لا نباش، نگو نمیگیرم، این خودش بوتیه، خودش دکون دستگاهیه. بالاخره خیلی آقا شهرت خیلی جذابه دیگه، چیز جذابیه، الان خیلی ها دنبالشن، خیلی هم میتونن توش نون در بیارن، خیلی هم برشون. پس به این حرفا نیست آقا. گفت که اگر دیدی کسی کسی رو صلات، کسی رو صیام، فلات و باهو به، دیدی یه کسی زیاد نماز میخونه، زیاد روزه میگیره، بهش مباهات نکن. این بچه یه مشکلی داره این میکروفونه، بعد فردا درستش کنیم. خب این دارو بخو اساس سه اینجا رو درست کردن رفقا، اینجوری شده همش میگم. آره آره، خودم خواستم شلوغ نشه چیزه. بعد آره بازم یالا خلوت خوبه داری حال میکنی دیگه. حالا دیگه اصلا مهم نیست اونش شلوغ خلوتش ارزشی نداره بس. نه حالا مردم هم لایو میبینن، اندازه کافی افغان شنیدن. پس میخوام بگم این که بگیم ما چی کاره ایم، چی کار میکنیم، چی کار نمیکنیم، اینا خیلی آقا دنبال این حرفا رو نیفته. گفت انظر رو کیف عقلو، ببینید چقدر خیشتن داره که من میگم من پول نمیگیرم، این خودش دکونه خوبی هم هست، نون توشه خودش، گول این چیزها رو نخورده داشت. آقا میری ساده اومد، پابرنه اومد، چنم تنه اومد، فلان اومد، اینا رو گول نخور آقا شد. غیر از این که اصلا دین ما میگه دنبال افراد را نیفت. میگه مؤمن کیه؟ میگه الذین یستمعون القول فیتبعون احسن القول. اون هی برمیگرده به قول. مؤمن اونیه که این بوق میزنه الان چیز کن، یه ذره صدا رو کم کن پس حداقل. مؤمن اونیه که حرف خوبو میشنوه، حرف خوبو تبعیت میکنه. چون ممکنه من یه حرف خوبو به هزار دلیل بد بزنم. خوارج هم والله چرت و پرت نمیگفتن، حرف حساب میزدن، میگفتن لا حکم الا لله. خب حرف خوبیه، این حرف درستیه. حضرت علی هم فرمود کلمه تو حقن، ولی از این کلمه حق دنبال چی هستی؟ دنبال زدن علی. با کلمه حق میخواد حقو بزنه. پس این چیزا چیزی نیست بهش مباهات کنید، کلاه این چیزام دیگه سرتون نره. آقا فلانی ساده زیسته، فلانی نه پول نمیگیره، فلانی اینجوری اخلاقش، اینا گولتون نزنه بچه ها. آره خدا خیرتون. این موبایل هم میارید پایین، چون این فیلم میگیرید من اذیت میشم، ما خودم داریم لایو میذاریم، چیز نیست یه جوری بشه ما اذیت نشیم. بفهم باز خواهی میکنم زمین خیلی وقت نمیم شما تو نشکرین بچه، خیلی خوشحالم شما نزدیک زیارت میکنیم باعث افتخاره. توی که از کلیپاتون شما فرمودین که صحبت از آقای بیل گیتس کردین که ساعت 250 میلیون درآمد داره، یا نویسنده کتاب هری پاتر اون خانم اونقدر بخشش کرده که اکتیویست پولدارا هست شده، فرمودین که اینها هم میرن به بهشت و فکر کنیم به این موضوع، یعنی هر کس خوب باشه خوبی کنه و باعث خوشنودی خلق الله بشه به بهشت. اینو من قبول کردم. همین امروز اتفاقا یه خانمی به صدا توی مراسم خانم‌ها صحبت می‌کرده، گفته بود که اگر یه نفر عمر نور خدا بهش بده و تمام زیارت کنه، هر سال بره پای پیاده مکه و تمام این کارا مثبت مثلا انجام بده، ولی از ولایت حضرت علی علیه السلام بوی نبوده باشه، به هیچ عنوان ایشون به بهش نخواهد رفت. حالا ولایت حضرت علی یعنی چی؟ میگن حتی باید ولایت حضرت علی رو قبول داشته باشه. میدونم ولایت حضرت علی یعنی چی؟ دنبال حق بودن. شما ولایت حضرت علی، حالا خودت هم فکر میکردی بهش میرسیدی. ولایت حضرت علی یعنی تفکر حضرت علی، آرمان حضرت علی، آداب حضرت علی، اخلاق حضرت علی. خیلی هستن ولایت حضرت علی دارن، یعنی هم عقیده با علی هن، دنبال حق هن، منصف هن. کمالات انسانی دیگه، علی یه انسان کامله، یعنی تمام صفات انسانی رو در بی نهایت داره. هر کس صفات انسانیش رو تقویت بکنه داره به علی نزدیک میشه، به ولایت علی نزدیک میشه. خیلی تو این عالم ولایت علی دارن، اسم علی هم نمیدونن چیه. مهم اسمش نیست که، مهم رسمشه. این یک. دو، این آیه رو ببین.
میگه که سوره بقره آیه 64 62 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. نصارا صابئینم اگه کار خوب بکنن به خدای من داشته باشن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه 62 سوره بقره. به اون خانم بگو اینم جواب شما. حتی دنبال جواب دادن نمیخواد باشه، به خودت بفهمی چیه که فهم. بفهم. سلام. توی فکر میکنم تقریبا 3-4 هفته پیش توی یکی از لایواتون شنیدم یه صحبتی داشتیم که در مورد یا قسمتش در مورد جامعه حضرت نوح بود و اینکه حالا بعد از مثلا یه مدتی به اصطلاح من اگه درست کلمتون نقل بکنم مثلا حضرت خسته شدن دیگه بعد 950 سال و مثالی که زدیم خیلی زیبا فرمودیم که مثلا اگه همین کار رو حضرت رسول خودمون بودن با توجه به خلقیاتی که از ایشون میشناسیم انجام شاید نمیدادن، اون عذاب رو مثلا نمیخواستن. سوالی که برام به وجود اومد اینه که حالا با توجه به اینکه حضرت نوح یه همچین چیزی رو خواستن، خدای حضرت نوح که میدونست مثلا میگم آیا پس خدا شانسی برای اینا قائل نبود دیگه؟ نه خب مردم از خدا نخواستن. حضرت یونس هم خسته شد و ذنون از ذهب مغاظبا غزل کرد به قومش رفت، قومش شکار کردن گفتن خدا خدا هم جلو بلا رو گرفت، قوم نوح هم میگفتن خدا خدا جلو بلا رو میگرفت. درست. پس اون شانس واسه شون بود، خودشون نخواستن. چون ببین قرار تو چیز پیامبر فرمود کسی آمرزیده نمیشه که آمرزش نمیخواد. تو این عالم که زوری نیست، خدا اگه میخواست همه رو مؤمن خلق کنه که خب همه رو مؤمن خلق میکرد، کاری نداشت براش که. قرار تو بیای تو بخوای، آقا مردم نخواستن. خود حضرت نوح التماس پسر خودش رو کرد که بیا نجات بدم، غرق شد، باباش کمک نخواست. میدونی؟ یعنی نوح که هیچ، اینو به خدا کافی بود اینا یه بار راست بگن. این که میگه ادعونی استجب لکم، این قانونیه که تو عالم بود. وقتی قرآن نازل شد که این قانون نیومد، این قانون بود. مردم نمیدونستن، پیامبر اومد چیزی که تو عالم بود و بهشون گفت. گفت این یکی از قوانین عالمه. بگی خدا ببین ادعونی استجب لکم، نمیگه ادعونی و استجب فاستجب ثم استجب سوف استجب، هیچی. میگه بگی خدا میگه جونم. خب نخواستن مردم. وقتی مردم نخواستن خدا چجوری مانع بشه؟ میگه چی عرض میکنم؟ تازه غیر از این که خدا کلی بلاها رو دفع کرده، کم من فاده من البلاها اقل که، این که فقط راجب ما نیست که، خدا نسبت به همه بنده‌هاش اینه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، مطلق مردم خدا با رأفت و رحمت بهشون برخورد میکنه. به چقدر بلا بوده ما دفع کردیم، این دیگه قاعده عالمه. قاعده رو که به هم نمیتونم بزنم که قاعده هست. شما مانع درست نکردی جلو سیل، مثلا اینکه الان شمال سیل اومده، طرف میگه آقا چرا سیل اومده؟ خداش درختار رو میکنی، گوسفندارم میبری میچرونی، بعد میگه چرا سیل میاد؟ خب بله دیگه، شما وقتی میری تو بستر رودخونه خونه میسازی، بعد یکی هم حالا بهت مجوز میده، من دوباره مقصرش نمیگردم، میخوام اتفاقو بگم. تو بستر رودخونه اصلا تجاوز به طبیعته. شما رساله حقوق امام سجادو بخون، رودخانه حق داره، حقوق داره، حتی آب دهن توش نمیشه بندازی، چه برسه فاضلابو بس کنی توش. تو اطرافش میگه درخت مسمر درخت میوه میده حریم داره، شما زیرش نمیتونی بری مثلا قضای حاجت انجام بدی. درخت به گردن شما حق پیدا میکنه، حتی مرکبی که سوارش میشی. میگه حقوق رودخانه، شما حقوق رودخانه رو رعایت نمیکنی، حقوق طبیعت رو رعایت نمیکنی، جنگلا رو همه رو همینجوری بدون حساب کتاب برمیداری، خلاصه اره رو میذاری پاش میبری، مراتع هم بیشتر از اندازه‌ای که باید بیاد حیوان میبری تو مرتع میچرونی، تو قید فصلش میبری میچرونی، یعنی میان حیوانی میبری که مال اون منطقه نیست، میاد گیاه و ریشه میکنه برمیداری میبره. بعد سیل میاد میگه خدا این چه بلایی بود فرستادی؟ خدا میگه من بلا بود، من نعمت فرستادم، اما شما یه گناهایی میکنید. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. حضرت امیر تو کمیل میگه شما یه گناهایی میکنید که نعمت رو تغییر میده. فکر کن گناه ها چیه؟ یکیش بی احترامی به طبیعته، همین کاری که الان داریم میکنیم. الان تو دنیا مثلا بارون اسیدی میاد، خب بارون که رحمته، تو وقتی برداشتی آلودگی ایجاد کردی، ماشین های فلان، کارخونه های فلان، گاز های چی تولید کردی، خب بارون هم آب دیگه، داره از بالا میاد، با این گازا مخلوط میشه، میشه اسید،
میاد به جای اینکه گفت بهار آمد که غم از دل برد، غم دل دل افزون شد. پس این کار خدا نیست، کاری که ما کردیم با طبیعت، بلاییه که ما سر طبیعت رو بردیم. داستانش اینه. آره دیگه، خودمون کردیم طبیعت رو. حالا پیامبر اومده از این راست چیز کرده، پرده برداری کرده، گفته آقا بگید خدا جوابتون رو میده. خب اینا نگفتن خدا، دیگه چیکارش کنیم؟ یه زمینه کوچیک اسخای میکنم از دقیق دوستان که سوال دارن، البته تو فرمایشات شما نبوده، ادامه میدم. توی داستان حضرت نوح بعد حضرت بعدش وقتی که به خدا میگه این عذابو نازل کن، به خدا میگه اینا دیگه اگه درست ترجمه کنم نمیذارن مگر اینکه کافر رو. خب اشتباه میگه اونجا. میخوام همین رو بگم. پس اینجور که میفهمم بنظرم نتیجه گیری یا پیشبینیشون اشتباه. نقد قرآن انبیا رو نقد میکنه، ولی بلده چقدر محترمانه این کارو بکنه که بی احترامی به انبیا نشه، زحمتاشون رو تحت در. وگرنه قرآن صریح میگه ولا تکن که صاحب الهود، به پیامبر میگه پیامبر مثل یونس نشی. دیگه یه جایی صریح میاد میگه آقا مثل یونس نباشی. حضرت یونس خیلی بزرگه ها، هزار تا بی خاصیت مثل من خاک پاشم نمیشن، من دو ثانیه نمیتونم امت یونس رو تحمل کنم. گوش میدیم؟ اما وقتی کنار پیامبر قرارش میدیم میبینی ای بابا کلاس خیلی پایینه. بعد خدا صریح به پیغمبر میگه و به همه کسایی که قرآن رو میشنون، به همه کسایی که میخوان انسان باشن، میگه ولا تکن که صاحب الهود، مثل این قسمت زندگی یونس نشید که وزن نون ازده به مغازه عصبانی بشه فلان، مثلا غضب کنه به مردم شوینا. این یک. دو، بعد اونجا قرآن نقد کرده دیگه. حضرت نوح دو تا استدلال میاره، میگه یک، اینا مؤمنین رو گمراه میکنن، ها میگه لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میگه دیاری از اینا رو زنده نذار. چرا؟ میگه مؤمنین تو گمراه میکنن، عباد تو رو گمراه میکنن و به دنیا نمیارن مگر کافر و فاجر. خب من میگم شما خودت که مؤمن بودی چطور بچه تو شد اصل گناهکار؟ اگه قراره که بچه کافر کافر بشه، تو که مؤمن بودی چطور بچه تو شده که انه عملون غیر صالح؟ میگه این خلاف نمیکنه، این خود خلافه، یعنی اینقدر خلافش سنگینه. چرا؟ دو، قرآن میگه یخرج الحی من المیت، کمترین تفسیری که براش گفتن اهل بید، بچه خوبه تو خانواده بد. کی گفته بابا بد باشه بچه بد میشه؟ این حرفا چیه؟ تاریخ رو نگاه بکنید، پر از آدمایی که تو مسیر نبودن ولی بچه هایی دارن دیگه. نمونش معاویه ابن یزید دیگه، وقتی یزید از دنیا رفت اومدن به پسرش گفتن معاویه پسر یزید، بهش گفتن که بابات مرده تو خلیفه، گو هم بابام قاسب بوده هم جدم معاویه، حکومت مال بنی هاشمه، خود بنی امیه کشتارش. خب اینکه باباش یزید بود چرا خودش چیز نشد؟ این نمیشه. دو، اینکه شیطون که قسم خورده همه رو گمراه کنه، میگه من همه رو میتونم گمراه کنم الا عباده که من هم المخلصین. اصلا عباد خدا کسی حریفشون نمیشه گمراهشون کنه. میدونی به یه باوری رسیدن، شما رو کسی میتونه وادارتون بکنه، مثلا شما رو قانع بکنه خودت با اختیار خودت دورجون گلاب بروت مثلا یک نجسی رو برداری بخوری. هیچ وقت نمیتونه کسی شما رو قانع کنه این کارو بکنید، چون به علمش رسیدی، به باورش، آقا این کثافت، این اصلا نباید سمتش رفت. میگه چی میگم؟ اونم مؤمن به این دون به این باور میرسه نسبت به گناه. گناه حال بده دیگه، گناه فکر کردید چیه؟ تا ما میگیم گناه، ما که شراب نمیخوریم، دزدی هم نمیکنیم، اینا گناه تکبر. آخه اصلا واقعا یعنی چی؟ یه ذره فکر بکنی یعنی چه بیماری بعد تکبر، رذایل اخلاقی باغ گناهه. تکبر یه گناه نیست، هزار تا گناه تولید میکنه، رنج میکنه همه اعمالو، گناه تولید میکنه. میزنی تو گوش این، میری انتقاد میکنی به یارو، نمیدونی از رو تکبره، فهم میکنی دلسوزی داری میکنی، تکبره. دیدیم یه کسی روش کرده، حالا میاد میگه درست روش کرده، قدر اینا رو بدون، ولی این ولی که میگه آقا جون هزار تا چیز توشه، آقا داری حسادت تو خالی میکنی، تکبر تو چیز میکنی. میگی چی میگم؟ میخوام بگم مؤمن به یه جایی میرسه، به یه دیدی میرسه تو عالم، نمیتونه متکبر باشه، نمیتونه حسود باشه، نمیتونه لجوج باشه. شما عاشق یه نفر بشی میتونی نسبت بهش تکبر ببرزی، میتونی نسبت بهش حسادت کنی. آره الان عاشق نشدی میگی میشه، خب عاشق نشدی، عاشق نشدی ببینی نمیشه نسبت به معشوق حسادت داشت. بعد مؤمن کیه؟ اونی که عاشق همه عالم میشه، چون همه عالم رو از خدا میدونه.
اصلا نمیتونه نسبت به هیچ احد و ناسی حسادت ببرزه، نمیتونه، عاشقشه نمیتونه. مثلا به مجنون بگی به لیلی حسادت کن، یعنی چی؟ ما همه هستیم مال لیلیه، حسادت چی؟ یا نسبت بهش تکبر کن، تکبر. اون بگه فه من میرم فرهزاد، حرفا چیه میزه؟ چه تکبری؟ نسبت به معشوق کی تکبر میکنه؟ ما تو زندگی هامون تکبر میکنیم چون ما عاشق نیستیم، زن و شوهر هم هیچ عشقی بینشون نیست. میگه آره میشه به زنش آدم تکبر کنه، خب آره تو میتونی، تو عاشق نشدی دیگه، یا به دوستت یا به هر کسی دیگه. میگه چی عرض میکنم؟ ببخشید، بارها توضیح دادید توی صحبتتون راجع به بهشت و جهنم، بعد تعریف میکنید جهنم خیلی منطقی به نظر میرسه که همه چیز رو درون خودمون ببینیم، یعنی اون کسی که جهنمی میشه به خاطر رذایل اخلاقی خودش، حسادتش، تکبرش، عالم اکبر رو به آتیش میکشه و درون خودش آتیشه، اصلا نیاز به آتیش بیرون نداره. و بهش رو هم دار و درم تحقیق نمی کنید که خب میگید حال خود بهشتی هستش که در واقع اون بهش رو میسازه. و درست دارم میگم؟ بله بله بله، من دارم گوش میدم. بله. اما از طرف دیگه هم خب باز خودتون توی پادکستتون آیه قرآن میخونید که احدی وارد بهش نمیشه مگر به فضل خدا. من حالا سوالم دقیقاً اینه که بهش رو بالاخره یه عالم یا یه فیزیک یا یه جایی ببینی، مکان رو ببینی، نه حالت اصلا، حال خودت. کسی آدم نمیشه مگر به فضل خدا. بشر رو ولش بکنی هزاران سالم زندگی بکنه، اگه خدا کمکش نکنه حقایق خودش رو نمیتونه بفهمه. پس شما وقتی خودتو پیدا میکنی به فضل خدا، یعنی بهشتو پیدا کردی به فضل خدا. این که چیز عجیبی نیست، که این که توضیحش معلومه. حالا تو ادبیات داریم صحبت میکنیم دیگه، من همیشه تو صحبت یه چیزایی مثلا داریم عرفی داریم حرف میزنیم دیگه، میگم وارد بهشت نمیشیم. مثل اینکه شما مثلا یه ورزشکاری وقتی رتبه میگیره، اولین کسی که تشکر میکنه از استادش. اگه این استاد نبود من به اینجا نمیرسیدم. اگه خدا دستگیری نکنه، خب معلومه انسان نمیتونه درک بکنه، چون خدا خلق کرده میدونه چی کار کرده. ببین یه چیزی رو خدا خلق کرده، اینو اصلا همین اگه متوجه بشیم یعنی چی. این صدا رو چرا زیاد میکنی؟ صدا رو کمش کن، خوبه. من فکر نمیکنم مشکل داشته باشه، کمش کن صدا، قشنگ کمش کن. آره خوبه، میشتون، چون من نمیتونم صحبت کنم چیز میشه. بذارم زیر کن اگه بلدی، کفایت همین خوبه. خوبه میشتون دیگه. آره خوبه. یادم رفت چی بود کلام. همون که گفتم یادم رفت. بفهم. سوالی داشتم. اون صحبت شما بودی یا نه؟ نه اگه صحبت من نبودی نپرس. خب من سوال میکنم، شما میتونی بگی نه. نه خب بابا چرا تو فکر کنم من شنیدی؟ چرا این چه کاریه شما وقتی این همه آدم؟ من گفتم اگه سوال از حرف من داری بپرس. اگه حرف من نیست نپرس. میدونم اونو بذار بعد جلسه بپرس. از من اگه حرفای من اگه برات سوال درست شده، من میخوام اگه از حرفای من براتون سوالی درست شده، من سوالای ذهنتون رو جواب بدم. همین، چون گفتن آقا شما حرف میزنید سوال درست میشه، گفتیم خب باشه، ما جلسه پرسش و پاسخ گذاشتیم، گفتیم سوالاتونو میخریم. مثلا سوالی باشه که بشه بخری، میدونید سوال میپرسی چیز نیست. این آره شهید شد یه لحظه. بفهم. پس بعد جلسه بیا ببین چیه. ببینید شما فرمودید که قرآن تفسیر سوره هند، اگه همین تفسیر مثلا سوره حضرت امامو بذارن با این چیزی که تو قرآن نوشته فرق داره؟ نه گفتم با اون فرق داره، نه گفتم با حرفی که شما دارید الان، چیزی که داره از قرآن مطرح میشه تو جامعه ما، تو کتابای دینی داره به خورد بچه‌ها میدن، یا تو برنامه کودک. امروز دختر من به من میگه بابا آتش خدا چیه؟ گفتم آتش خدا دیگه چیه؟ نمیدونم بابا آتش خدا چیه. گفت یه آقایی توی تلویزیون برنامه کودک موقع اذان صحبت کرده، گفته اونایی که پول دارن فخ فروشی میکنن یه آتشی خدا میندازدشون تو اون آتش. گفتم داد بابا چرت و پرت، اصلا چرا نگاه میکنین چیزا رو شما؟ خوبه این قرائتی که الان داره از دین تو تلویزیون گفته میشه و رو خیلی منبرا گفته میشه، تریبونایی که میگن تریبون انقلابیه ولی این حرفا زده میشه، گفتم اینا رو بیارید بذارید کنار تفسیر سوره هند آقای خمینی، ببینید اصلا قابل مقایسه است. خب مردم اونو شنیدن را افتادن دنبال ما آخوندن، نه این چرت و پرتا رو که اینا که بوده قبلا هم میگفتن از این حرفا.
میگه چی عرض میکنم؟ منظورم اینه، نه که مثلا این با قرآن فرق میکنه. خب اصلا این درسته به نظر. اینکه میگم مثلا قرآن واسه 1400 سال پیش بود همه بر ناظر شد، خب کسی از اون موقع نبوده که. بعد مثلا ما از کجا بدیم الان این همونه؟ این کدوم یعنی چی قرآن کن؟ هم قرآنی که بر پیامبر ناظر شد. اصلا شما ولش کن قرآن رو، همین کتابی که الان به اسم قرآن دست ما هست، این صدا داره میاد؟ آره، قرآنی که همین الان دست من و شما هست، همینی که الان هست، اصلا بگو بر پیامبر نازل نشده. اگه کسی داشتی حرفی از این بهتر بزنه بیار، من حرف اونو میرم دنبال حرف اون. چه حرفیه؟ سندش خودشه، بی نظیره. منتها مشکل اینه که شما یه جوری خوندیش که شده یه چیز مسخره‌ای. شما درست نخوندیش. مثل اینکه طرف دیوان مثلا سهراب سپهری دادن بهش، شعر سپید اصلا نمیدونه چی چی هست، اصلا بلد نیست بخونه. بعد میخونه میگه چرت و پرتا چیه؟ بله تو اصلا این کاره نیستی داداش، تو چرت و پرت میبینی. خب اگه این کاره باشی میفهمی چی داره میگه. اصلا بلد نیستی بخونی، یعنی شعره رو نمیتونه بخونه. میگه چی عرض میکنم؟ سواد اصلا به سواد کار نداره، اصلا ارتباط نداره با شعر سپید. بعد میگه سهراب چرت و پرت گفته. میگه چیزهایی هم هست، مثلا شاعری را دیدم آنقدر محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت. قوقا کرده، میدونی یه تصویری از غروب آفتاب رو به نمایش گذاشته دیوون. منتها یارو اصلا شعر به شعر سپید نمیدونه چی. میگه چرت و پرت گفته سهراب. این حالا قرآن هم اینجوری شده، فکر کرده کتاب عربیه. این یه چیزی شده. آره. این حالا سیمشو درست فردا درستش میگه. امروز دیگه ببخشیم دیگه اینجوری. آره بذار الان خوب شد. میدونی قوقا کرده سهراب اونجا تو مثلا دیوانشو میخونی، این قوقا کرده اصلا. چجوری عالمو دیدی شما؟ همینی که برات گفتم، لحظه غروب آفتاب رو نگاه کن. دیدی وقت ابر میاد جلوی غروب آفتاب، بعد خورشید میره پشت ابره، از اون ور که خورشید میاد بیرون دیگه شعاع نداره، یعنی انگار یه توپه، انگار یه تخم مرغ داره میاد بیرون. میگه چیزهایی هم هست، مثلا شاعری را دیدم آنقدر محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت. اون قوقا که این خیلی جذاب، منتها طرف این کارا نیست. قرآن هم اینجوری شده. یارو فکر کرده قرآن کتاب عربیه، برداشته فکر کرده اگه عربی بفهمه قرآن هم میفهمه. شما همتون فارسی بلدید، بلد نیستین؟ چند تاتون فلسفه خوندید؟ من یه کتاب فلسفه به زبان فارسی بدم شما بخونید میفهمید چی میگه؟ خب معلومه متوجه نمیشه، باید فلسفه بلد باشی. یارو نمیدونه قرآن چی چیه، فکر کرده کتاب عربیه، بهش ترجمه کرده، ترجمه چیز مزخرفی در اومده. خب آقا تو نمیدونی چه کتابیه، نمیدونی این کلمه اینجا چه معنایی میده. خب این که مقصر قرآن نیست که. بس من دنبال سند قرآن نمیگردم، من واقعا قوی تر از قرآن حرف پیدا نکردم. ترجمه اینجا ایراد داره؟ ترجمه قطعا ایراد داره. بله قطعا ترجمه ایراد داره. فهم سید، اول اینکه خسنم خیلی خوش اومد به مشهد. سلام شما. اینکه من یه سوال داشتم، اصلا رفتی به صحبت های شما ندارم، اینکه لطفا همین الان جوابم بدید. خب شاید نه بذار بعد جلسه بپرس. نه بذار من یه دقیقه بپرسم، عذرخواهی میکنم. من داشتم با یه آقای سانی داشتم صحبت میکردم، بعد از این یه سوالی پرسی من دهنم بسته شد، یعنی هیچ جوابی نداشتم بخوام بهش بدم. بهش گفتم نگاه کن، من میام جوابتو پیدا میکنم، میام جوابتو میام من بهت میدم. سوالش این بود که امام علی موقعی که تیر خورد اونقدر ارتباطش با خدا قوی بود که اصلاً درد تیر رو نفهمید. این درست یا نه؟ میگن که زمانی که نماز میخونه زمان نمازش خیلی عمیقه و رابطش با خدا خیلی زیاده. گفت این درست یا نه؟ گفتم بله درسته دیگه، اینو همینجا میگن. خب گفت یه سوال دیگه، گفت که داخل قرآن در مورد امام علی چی گفتن؟ گفتم که کسانی که نماز رو برپا میدارن و رکوع میکنن و موقعی رکوع زکات میدن. گفت خب وقتی کسی که رابطش با خدا خیلی قویه و اون درد تیر رو نمیفهمه، چجوری میره به یه نفر دیگه میره زکات میده و حواسی به نفر بغلیش هست، مثلا حواسی به اون فقیر هست؟ اینو که گفت بهش کنم نگاه کنم، من جوابی ندارم، ولی میرم جوابتو پیدا میکنم، جوابتو میرم بهت میدم. نه حالا میخوای چماغ بهت بدم بری بزن تو سر طرف؟ نه میزدم ولی نمیشد. نه خب آخه درست نیست این کارت که. تو الان یه جوابی میخوای بری بگی بیا آه اینم جواب. خب این چه کاری؟ صد بار تا حالا توضیح دادم. اصلا این یک آقا یه چیزی به شما بگم، اولا من سنی شیعه نمیفهم یعنی چی. این بحث حالیم نمیشه یعنی چی.
سنی شیعه فلان فلان نمیفهم یعنی چی. من یه دین میشناسم تو تمام عالم، از حضرت آدم تا حضرت خاتم یه دینه، اونم میگه قرآن میگه الدین عند الله الاسلام. اسلام نه اسلام اصطلاحی که ما الان به خودمون میگیم مسلمون، اسلام به معنای تسلیم در برابر حق، که شما حق و دیدی بپذیری، خاک روش نریزی، روبروش هم وای نستی، نه کافر باشی که خاک بریزی رو حق، نه مشرک باشی که جلو حق وایسی بگی من خودتو مطرح کنی. این چیزی که من ادیم میفهمم، برای من فرق نمیکنه شما الان همتون مسیحی باشید، به خودتون بگید مسیحی اصطلاحی، یا بگید یهودی، یا بگید نمیدونم زرتشتی، یا بگید بودایی، یا بگید فلان. من یه یهودی، زرتشتی، مسیحی، مسلمان، سنی، شیعه، فلان، هر چی شما میگید من همه اونام. آخه این چه چیزیه؟ هر کی یه چیزی برای خودش درست کرده، یه اصطلاحی درست کرده، راه افتاده. آقا ما فل اینا ربطی به انبیا نداره هیچ کدومش. این اصلا اصطلاح مسلمون 150 سال بعد پیغمبر درست شده. مسلمون چیه؟ پیامبر 13 سال تو مکه بوده، تو قرآن کلمه اسلام بر پیامبر نازل شده، کلمه مسلمون هم نازل شده. تو سوره های مکی هم اسلام داریم هم مسلمون داریم. 13 سال مکه نه نماز واجب بوده، نه روزه واجب بوده، نه حج واجب بوده، نه امر، هیچ چی واجب نبوده. وقتی اونجا میگفته مسلمون منظورش چی بوده؟ چون شما الان بهتون میگم مسلمون، میگی کسی که نماز بخونه، روزه بگیره، ختنه کنه، نمیدونم چیکار کنه، چیکار کنه، چیکار کنه. به این میگی مسلمون. من میگم اون 13 سال که قرآن میگفت مسلمون، به کی میگفت مسلمون؟ هیچ کدوم اینا واجب نبود. تمام احکام برای مدینه است. مسلمونی که قرآن میگه یعنی کسی که در برابر حق تسلیمه. تمام انبیا اومدن همینو گفتن. منتها بعد انبیا یه عده خواستن نون بخورن، هی فرقه درست کردن، هی گروه درست کردن. پس این از این بحثتون. پس میخوام بگم نرو با کسی بحث کن من شیعم تو سنی. این حرفا چیه آقا؟ ما انسانی میخوام بریم سمت خدا، قراره به همدیگه هم کمک بکنیم. تمام انبیا جمع شدن به ما کمک بکنن. شما تمام انبیا رو جمع کن تو همین زیرزمینی که الان ما اینجا هستیم، تمام انبیا رو، حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه، حضرت موسی کلیم سلام الله علیه، ادریس، الیاس، شیس، شعیب، تمام انبیا، پیغمبر خودم، همه رو جمع کن. تمام اولیا رو هم جمع کن، اولیاء خدا رو هم جمع کن. بگو لقمان، بعضی میگن لقمان پیامبر نبود، از اولیاء بوده. باشه لقمان، ذوالقرنین باشه بیاد، سلمان، مقداد، ابوذر، اهل بیت، همه رو بیار اینجا. اینا با هم اختلاف پیدا میکنن، اینا با هم دعواشون میشه، اینا جلو هم وای میستن، اینا رو هم دیگه رو کم میکنن، اینا چماق و هم میزنن تو سر هم. یکی میاد بالا میگه من همه شما بهتر میفهمم. شما یه جا بیار پیامبر انبیا رو صدا کرده باشه غیر از اینجا، میگه برادرم یونس، برادرم یوسف، برادرم ادریس، برادرم الیاس، برادرم عیسی، برادرم موسی. پس چرا ما با هم دعوا داریم؟ پس جواب بد نمیدم بری چما خوین تو سر کسی. این یه نکته. خب دارم جواب میدم واسه دل خودت که خودت بدونی چه داستانش. توجه به خلق خدا توجه به خداست. این که تیر پاش بکشم متوجه نشه چیز عجیبی نیست، جمال خدا رو داره میبینه. تو قرآن میگه زنا جمال یوسف رو دیدن، دستاشون رو بریدن، نفهمیدن جمال یوسف کجا، جمال خدا کجا. پس این که جمال خدا رو ببینی از شخص خودت غافل بشی، این چیز عجیبی نیست. تو قرآن هم اومده زنا دستاشون رو بریدن، بریدن، نه که خط انداختن، بریدن، قطع کرده، انگشتش رو طرف قطع کرده. میگیری چی میگم؟ اینی که قرآن داره میگه. پس این پس سیر بکشن پاش متوجه نباشه به خودشین. اما چرا تو نماز فقیر میگه کمک کن متوجه است؟ چون از خدا که غافل نمیشه، از خودش غافل میشه. توجه به خلق خدا توجه به خداست. اصلا از توجه خدا غافل نشده علی، تو توجه خدا بوده. شما به فقیر توجه کنی، تو نمازی پیغمبر داشت نماز میخوند و دیدن نمازو سریع خوند، سریع یعنی اصلا تندش کرد و دیگه مستحبات رو رعایت نکرد و تموم کرد نمازو. گفتن چی شد؟ فهمون صدا گریه بچه رو نمیشنوین؟ خانومه با نوزادش اومده بود، داشت نوزادش گریه میکرد، این تو الله این داری فیلم بازی میکنی؟ مگه میشه تو نماز صدا گریه بچه رو نشنوی؟ توجه به این کودک توجه به خود خداست. پیغمبر که تو نماز خدا غافل نمیشد، میشد؟ پس چرا صدا گریه بچه رو میشنوه؟ چرا نمازش رو سری میخونه که به مادر میگه به بچت برس؟ با اینکه اون مادر اگه مسلمان واقعی بود باید بچه‌شو بغل میکرد، باید اون داشته فیلم بازی میکرده، چه میدونم این بازیایی که خودمون داریم 24 انجام میدیم همه این خود ما بوده. ولی پیامبر گریه بچه رو متوجه شد.
چون توجه به این کودک توجه به خداست. پیامبر تو نماز از خدا غافل نمیشه، از خودش غافل میشه. ربطی بگنه بچه ها اومدن رو دوش پیامبر سوار شدن، سجدش طولانی کرد، چطور متوجه شد بچه ها رو؟ گفت دلشون رو نشکنم تا جایی که میتونم سجده رو طولانی کنم که هم به مأمومین فشار نیاد، همین بچه خودش با دل خودش بیاد پایین. پس توجه به این کودک، توجه به مخلوق خدا، توجه به کیه؟ به خود خداست. اهل بیت هم که تو نماز از خدا غافل نمیشدن که، از خودشون غافل. شما دیگه آخریشه بگید بعد من یه چند دقیقه شد. شما چرا چیز شدی الان خندیدی؟ خب دیگه اونا با میخندیدن دیگه، چرا اون خنده اونا ناراحت میشه خودت میخندی؟ شما یه بخشیشو درباره روایات گفتی که ممکنه مثلا روایتو باخته باشم و اینها. خب الان این قابل مثلا تو اون چیزی که نص آیه قرآن هستش، ببینید من احساسم این بود که یعنی توقع نداشتم شخصا که مثلا نص آیه قرآن اونجوری. نه نه، اولا کی گفته قرآن رو درست فهمیدین؟ الان داعشیان میگن نص قرآن اینه کاری که ما میکنیم. خب دیگه پس توقع نداشت، پس شما هنوز سوال نکرده چرا میگی من توقع نداشتم؟ اتفاقا من از شما توقع دارم فکر کنید، من از شما ها توقع دارم فکر بکنید. شما فکر بکنید حضرت علی اون که نیمه شب میزد تو بیابون ناله میکرد به درگاه خدا، میرفت سر میکرد تو چاه و ناله میکرد و نماز میخوند که میگه خوش میشد این چوب خوش شده، همه فهم میکردن جون داده، اینا تو نخ حورالعین بوده علی؟ یعنی این ناله ها در فراغ زن و باغ و، چون بهشتی که تو ذهن شماست غیر از اینه، بهشتی که تو ذهنتون حورالعین، رودخانه عسل و شیر و این چیزا، قرقاتی اینا و شراب و اینا، بعد قلمان و تخت و درخت و پرنده که میره و این دیگه، این توصیفی که تو بهشت تو ذهنتونه اینه. بعد حالا علی ابن ابی طالب این ناله هایی که برای فراق میکنه، ناله به خاطر فراق ایناست؟ خب زشت نیست یه همچی چیزی، یه همچی حرفی؟ خب معلومه زشته. اینکه شما همه چیزا بیاری به حور و قصور تعبیر بکنی و بعدم قرآن، قرآن میگه مخاطب قرآن اوغلان، امام باقر فهم رو عقل شما حساب کرده خدا. اینکه ما در عقل گذاشتیم، عقل رو تعطیل کردیم، بعد بگیم چرا قرآن، قرآن بعد چه کار میکرده؟ من کلمه ندارم آقا، بنده یه چیزی رو میدونم. خب میخوام به شما مردم بگم، شما 4200 تا کلمه به من دادید. جامعه اون روز شبه جزیره جامعه محدودیه، کل قرآن، کلمات قرآن 4000 خورده، کل کلمات قرآن جامعه اون روز چهال. بله به شطور 20 تا اسم میگه، ولی شطور، خب یه شطور داره 20 تا اسم براش گذاشته، به هر ثانیهش یه اسم گذاشته، ولی چیز دیگه نمیدونه. جامعه محدوده، کلمات محدوده، کلمات کمه، جامعه خشنه، جامعه خشن کلمه تولید نمیکنه. شما به این جامعه عاطفی میشه کلمه تولید میکنه. الان شماها برای سلام علیک کردن 1000 روش دارید، جامعتون عاطفیه. خب زحمتیه که بزرگان کشیدن و قد نمیدونینا، هیچکی نمیدونه، خودمونم قد نمیدونیم. ما چه قد مثلا حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی و خیام و اینا رو دونستیم؟ اینا همه ثمرات چیه؟ ثمرات این لطافت دین دیگه، این لطافت اهل بیت، لطافت امام حسین، لطافت انسانیت. مثلا نمیخوام مصادره کنیم بگیم مال ما فلان، آقا انسانیت به یه جایی رسیده تونسته دیوان حافظ تولید کنه، بعد ببین چقدر لطافت ایجاد کرده. بعد شما میخوای سلام علیک کنید 1000 جور رو. آقا مخلصیم، آقا شد سلام علیک لاتی خودش 49ه، سلام علیکم، چاکریم، مخلصیم، نوکریم، فدات، قربونت برم، آقای من این نوکر زیر پات بلنگو ما رو ببین، نفسمی، عشقمی، جونمی، فدیمی. چقدر حرف داری بزنی؟ تو خیلی از کشورها میرید اصلا نیست یه همچی چیزی. یعنی هرچی عاطفه کمتره، میزان کلمات برای ابراز عاطفه چیه؟ کمتره. پیامبر 4-5000 تا کلمه دستشه، باید تو قالب این کلمات اون معارفی رو که محیرالعقوله واسه این جامعه ای که اصلا تو اون صد نیست بیان بکنه. خب بعد چیکار کنه؟ یادتون یه مدت مد شده بود تو ماحال مثلا پایین شهریا، می‌خواستن بگن یه جا خیلی خوبه، میگفتن کویته. مثلا میگفتیم، میگفت بیا، مثلا میگه ما شمالیم یه ویلا گرفتیم، بیا داداش کویته. یعنی چی؟ یعنی آقا همه چی هست،
قضا هست، عشق و حال هست، همه چی هست، همه چی میزونه، اذیت نمیشی، جا خواب اون میزونه. هم میخواست بگه همه چی میزونه، میگفت کویته، نه که حالا مثلا رودبار کویته، چه میدونم من، حالا بلدم نیستم خیلی این چیزا رو، این مثلا اسمش، مثلا شما کجا میرید دهی آل میکنی؟ من نمیدونم، ما هرجا آبز میریم آل میکنیم. خب من میرم مثلا بابلسر کویت نیست عزیزم، بابلسره. خب میخواسته به تو بگه که همه چی میزونه، گفته اینجا کویت. خب تو غیر از انگور و خرما و انجیر و انار چیز دیگه نمیدونی؟ من باید چه کارت کنم؟ بگم یه جایی هست گلابی داره، آلبالو داره، خاطر میگه گلابی شو. گلابی نمیدونه چی چیه یارو. من میخوام به تو بگم آقا اون چیزی که تو اشتها داری در اونجا فراهمه، منتها تو امروز اصلا اشتهای معنوی رو نمیفهمی، اشتهای مادی رو میفهمی. میگم هر چیزی که اشتها داری از خوردن، از رودخانه، از جوب، از عسل، از شیر، از چیز هست، اما تو وقتی میری اونجا میلت دیگه این چیزا نیست. عالم ارواح که عالم شیر و عسل نیست، یه شیر و عسل دیگه ایه، یه غذای دیگه ایه. مثل ماه رمضون، میگه این چه مهمونیه که میگه نخور نخور. بابا میگه اتفاقا ماه بخور بخوره، منتها بخور بخور معنوی، سر ازش در نمیاری. تو بخور بخور همش تو عدس و لوبیا و سیب زمینی و مرغ و گاز و اردک و این چیزا دیدی. حالا اومده بهت گفته داداش یه خوردنی دیگه هم هست، قوت الاجسام، قوت الاجسام الطعام، علی ابن ابی طالب میگه، منصوب به ایشونه، حرفم درسته، میدونی حرف حسابه. میگه جسم قدرتش با چیه؟ خوراکی. انظر الی طعامک خور. میگه قوت الارواح الاطعام. حالا میخوای روحت غذا بخوره، سفره پهن کن برای بقیه. ماه رمضان ماهیه که باید ارواح غذا بخورن. قوت الارواح حالا اطعام فقط سفره انداختن نیست، در خدمت دیگران بودنه. بعد این در خدمت دیگران بودن حسنش میدونی چیه؟ شما ملتی میلیاردر، آقا حساب بانکی چنانم 10,000 میلیارد پول تو حسابت، دزدی هم نکردی، رانت هم نخوردی، رشوه هم نگرفتی، بالا پایین هیچی، پول حلال، حلالن طیبن طاهرا، خوبه؟ 100,000 میلیارد مثلا 3,000 میلیارد 10,000 میلیارد پول تو حسابت، خوبه؟ امشب شام بیا بریم بیرون، چی میخوری؟ چند تا پرس غذا میتونی بخوری؟ اصلا بریم چنجه بزنیم، بریم چه میدونم بگه چوسن اسمی، من این اسمشو شنیدم وجدان، آره مثلا شنسل بخوریم، بریم گردم خورشت چی، هر چی تو میگی، دو تا پرس بخوری سیر میشی، بیشتر نمیتونی بخوری دیگه. من با بخوراش بودم دیگه، یعنی آدم حرفه‌ای که چی بودیم، من سالها تو عشایر بودم، تو بختیاری ها بودم، تو بلوچ ها بودم فلان، بعد اونا آدم های قدر، بختیاری ها از بی نظیر، بی نظیر هیکلا همه درست، درست هم ازدواج میکنن، تو خودشونن، قریب نمیاد زیاد، هیکلا میزون، قد و بلند، آدم های قدر، بعد کاری فلان، یه گوسفند سر بریدن 4 نفری خوردم، من که اصلا حساب نمیشدم جلوش، من که هم مثلا عدسم در میرفتم، این خیلی غذا میخواست، جلو اون هست یه حرفی برای گفتن نشد، خوردن تموم شد، ولی سیر شدن، سیر شدن دیگه. اگه بهشون میگفتی یه تیکه گوش، این میگفت تو بخور، اون میگفت تو بخور، آقا همین یه تیکه رو بخور نمونه، هیچ که حاضر نبود بخوره. خوراکی مادی سیر میشی، جوری میشه که دیگه یه لیوان آبم نمیتونی بخوری. معنوی برعکسه، هر چی بخوری تشنه تری و اونجا سیری نداری. میگیدی چی میگم؟ حالا آقا این حرفا رو حاج آقا چرا پیغمبر مثل شما این حرفا نزده؟ نبوده این کلمات عزیزم، نبوده این کلمات، نبوده تو جامعه این کلمات نبوده. مثل این که الان شما بری برای یک قبیله مثلا تو آفریقا، قبیله‌ای که تو خودشون موندن، فکر می‌کنی چند تا مگه کلمه دارن اونا؟ یعنی قبیله است به حالت سنتیشون موندن، مثلا تو جنگل‌های آمازون هنوز اینا که لختن و مثلا چیزن و اینا، بری توشون مثلا کلماتشون رو بگردی، مثلا 4-5 هزار تا اونام همه حدود کلمه داشته باشن. حالا برو اینا رو بهشون توضیح بده، میتونی توضیح بدی؟ نمیتونی توضیح بدی. این کلمات در طول تاریخ تولید شده. زبان فارسی الان چند تا کلمه داره؟ 1000 سال پیش چند تا کلمه داشته؟ 500 سال پیش چند تا کلمه داشته؟ کلمه تولید شده، کلمه ایجاد شده، آسون شده مراوده با هم دیگه، آسون نبوده که، تا
توقع داره پیغمبر 1400 سال پیش با 4000 تا کلمه حرفایی رو بزنه. خود زبان عربی الان چند هزار تا کلمه داره؟ 4000 تا کلمه داره هنی الان؟ من فکر کنم به میلیون برسه، به میلیون برسه کلمه عربی همین الان. پیامبر دستش باز نبوده، یه کلمات محدودی داشته، باید تو ظرف این کلمات معرفت رو میرسونده، خب رسونده، اصطلاح سازی کرده رسونده. حالا ما عاقلانه با قرآن برخورد نمی کنیم، مقصر پیغمبره؟ یکی از رفیقای خود من طلبه، این 20 چند سال با هم تو حوزه، به من میگفت سه تو اینا رو اینجوری توضیح میده، مثلا نمیشه خود اینجوری توضیح بده. گفتم داداش تو اصلا تو دیگه چرا آخه؟ این کلماتی که ما الان داریم به کار میبریم چند سال تولید شده این کلمات؟ شما خودتون کتابا قدیمی فارسی رو بخونید گیج میشی، بعد میگین چون اینجوری حرف میزدن اینا، خب کلمه نداشتن اینجوری حرف میزدن، یا کلمات محدودی بوده، جامعه محدود بوده، جامعه اینقدر وسیع نبوده که شما همین الان تو خونتون حداقل 1000 تا قطعه داری که اسم داره. برو بنویس تو خونتون، تو خونه 1000 تا قطعه، همینجا نگاه کن، همینا نگاه کن، رنگ داره، نخ داره، نمیدونم هنر توش داره، بعد نقاشی توش کرده، خطاطی توش کرده، نم چیکار کرده، 100 تا اسم داره. همین رو نگاه میکنیم یعنی 20 تا کلمه توشه، یعنی 20 تا قسمتش میتونم دست بزنم روش بگم ببین این رنگ سبز، این زرد، این فلان، این چی، این چی، این چی، این چی، براش کلمه بگم. اینجوری نبوده که، کلمه اینقدر وجود نداشته که با اشاره با هم حرف میزدن، کلمه نداشتن. خب تو طول تاریخ بشر رشد کرده، کلمه تولید شده، تونستن با همدیگه مفاهیم رو به هم راحت تر بگن. حالا داریم اون مطلبی رو که گفته توی ظرف ساده میگیم. بعد طرف میگه چرا پیغمبر اینقدر ساده نگفته؟ چون نبوده این کلمات. پیغمبر اگه الان بود میخواست صحبت بکنه چجوری باتون صحبت میکرد؟ همون روایت هایی که شنیدید و میگفت، همش هم احساس میکنید مبهمه، یه جوریه کلمات، کلمه نبوده، میگه مختصره، یه جوریه کلمات، مجبور شده حافظ دیده آقا نمیتونه این همه معارف رو تو کلمات بگه، جایش نمیاد، زده به هنر، رفته تو قالب شعر ریخته، چون بالاخره اونجا استعاره داره، تمثیل داره، میدونی چی به شما میگم، میتونه بیشتر معارف رو بریزه تو کلمات کمتر. یه کلمه شراب حافظ هنوز نفهمیدن، هزار بار توی دیوانش گفته شراب به یه معنا، اولا شراب انگورش وقت معنیش نبوده، همون شراب معنوی هم هر کجا باید بری ببینی منظورش کدوم شراب معنویه. یه جا گفته شراب منظورش بخششه، یه جا گفته شراب منظورش نادیده گرفتنه، یه جا بار گفته شراب منظورش یک عالمی بوده، یک یار خوبی بوده. همون کلمه شرابش 100 تا معنی داره، مجبور بوده یه کلمه به کار ببره، نبوده کلمه که به کار ببره. میگه چه درکش بوده؟ درکش. خب ایشون درک کرده و اون چیزی رو که درک کرده ریخته تو این ظرف گذاشته برای بشریت. اگه اون روز هم ظرفش نبوده که میتونستن درک بکنن، سلمان چجوری شد من اهل بیت؟ خب درک کرد، پس میشده درک کنی. انسان انسانه، هر وقت هم خرابش همینه. برایش مهم نبوده که دیگه الان درک بشه یا نه، معرفتی رو گرفتن تو ظرف کلمات ریختن، امانت دادن اون معرفت رو به کلمه، کلمه رو در تاریخ جاریش کردن، گفتن حالا هر کسی که این کار باشه، گفت کلمه رو بنداز صاحبش خودش پیدا میشه. حالا صاحبش بعد 1000 سال پیدا میشه، بعد 10000 سال، یا همون زمان، فرق نمیکنه که. اینه داستانش. سلامتی خودتون، پدر مادراتون، شادی رو همه گذشته، همه پدر مادرامون که واسه ما زحمت کشتن، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام حسین علیه السلام اگر متوجه نباشیم که نگاهش به عالم چیه، حرکاتش رو نمیتونیم درست تفسیر بکنیم. شما تو زندگی عادیتون این اتفاق میفته، یعنی یه وقتایی شده مثلا شما حالا جوان تره، حالا باباها که خب اینا جوان بودن یه روز دیگه باباهاشون، ولی الان حسی که اینو میگم هم باباها خوب درک میکنن، هم خود شما. یه وقت دیدی یه بابایی میشینه واسه بچهش یه ساعت صحبت میکنه، مثلا نصیحتش میکنه فلان، بعد یه نگاه بهش میکنه میگه باشه برو، فارسی هم حرف زدن ها، بعد بچه میگه چیه مگه چیشه؟ میگه ببین نمیفهمیم چی میگم. میگه ببین بعد بابا بشی بفهمن چی میگم، چون تا به اون حال نرسی، اون وقت تو اون حال این کلمه یه معنایی میده غیر از این حالی که تو داری. ببین حال گوینده بر معنای کلام غلبه میکنه. بمیرو یه بار مامانت بهت میگه،
یه معنا میده، بابات بهت میگه یه معنا میده، دوستت بهت میگه یه معنا رو میگه، دشمنت بهت میگه یه معنا رو میده. یه کلمه سا بمیر ها؟ یه وقت استادت بهت میگه یه معنا میده، مادره میگه بمیری، یعنی بمیرم برات، این خودشو داره میگه، این نگرانت شده، این ترسیده، سیگار دستت دیده ترسیده، گفته این رفت معتاد چه، قدم اول اینگه رفت بره تو اعتیاد، این بمیری یعنی من بمیرم، تو این کارو نکن. یا بار بابات همین رو بهت میگه ها، یه کاری از تو دیده بهت میگه بمیری، یعنی نمیفهمی بچه، فکر نمی کنی بچه، فکر کن، بازم توش محبت، برای همین دل تای میشه واسه بمیری مامان و بابات، بعد هزار سال که نباشن دلت واسه تشراشون چی میشه؟ تای میشه، چون العتاب اساس الموده، پدر و مادر عتابشون محبته، مودت. یه بار اینو دوستت بهت میگه، مثلا داریم هم شوخی، میخواد بگه چقدر زرنگی، یه جمله‌ای میگی میگه بمیری، تو چقدر میفهمی، یه معنا دیگه میده این. یه بار اینو استادت بهت میگه، میخواد بهت بگه ساکت باش بابا جون، تو نمیفهمی چی میگم، میگه بمیری آقا، بمیری، بمیر بمیر، چیزی نگو، گوش کن ببین چی میگم، میخواد بهت بگه ساکت باش. یه بار دشمنت میگه بعد تو میخواد، یه کلمه است تو کاراکترهای مختلف معانی چی میده؟ مختلف میده. شما اگه امام حسین رو، اون حالی رو که داره نسبت به کوفه، حالی رو که داره نسبت به بشر، حالی رو که داره نسبت به بچه هاش، نسبت به اصحابش، نسبت به اونا که روبروش وایستدن، این حال رو درک نکنی، معنای کلماتش رو درک نمی کنی. طرف مثلا من دیدم داشمشتیه، میگه کی امام حسین گفته که مثلا من تشنم آب به من بدید، آدم از دشمن هیچ وقت خواسته ای نداره. خب تو دشمن میبینیش، راست میگی، آدم از دشمنش چیزی درخواست نمیکنه، چون درخواست از دشمن آدمو چیکار میکنه؟ خار میکنه. اما اگه طرفو دوست بدونی چی؟ دوست بدونی چی؟ اگه دنبال بهانه باشی واسه اینکه دستشو بگیری چی؟ اگه تو وجودش دنبال یه ذره نور بگردی چی؟ اون وقت چی؟ داستان فرق میکنه. اصلا تو عزتی، تو ذلت نیستی، من تو نقطه پایین نیستم که، تو خیلی بالا دارم با حرف میزنم. من که میگم برو آب بیار، من اصلا آب بیار، مگه من آب میخورم؟ آقا ابوالفضل زفت تو شریعه آب خورد، بعد ابوالفضل از امام حسین بالاتره، بعد امام حسین مثلا شنبرش آب میورد حضرت میخورد. من دنبال سیر شدن خودم نیستم، من دنبال سقا شدن تو هم، من دنبال یه نورم تو وجود تو، من میخوام تو به یه درجهی برسی، تو به یه نقطهی برسی، تو رشد بکنی، تو به یه مقامی برسی، تو یه چیزی گیرت بیاد، تو اگه مسیر کجی برگردی، تو یه عاطفه تو وجودت درست بشه. میگم توی مشهد شما این خانم گوهرشاد خدا رحمتش کنه داشت این مسجد رو میساخت، بعد خب حواسش خیلی مثل به کارگراش بوده و زن مثلا چیزی بوده، خیلی استاد بوده و بیزینسمن بوده و خیلی هم مثلا کار بلد بوده و یه چند روز دیده کارگراش نیست، گفت فلانی نیست، اینا روشون نمیشد بگن، گفت چرا نمیگی چیه فلان، گفتن اصلا رومون نمیشه، یه غلطی کرده فلان، چی شده چی شد؟ گفتن واقعیتش این، ببخشینا گلاب بلوتینا، این عاشق شما شده، انقدم جربوزه دار بوده. گفت خب حالا این چرا مخفی میکنید؟ خب باشه، مگه عاشق من نشده؟ باشه من میرم عیادتش، من میرم دیدنش، بالاخره هر خواستگاری مهریه داره دیگه، رفت سراغش، اونم که کف و خون قاطی کرد چیزو دید، گوهرشاد اومده و از این زیارو تو دنیایی بود، بهش گفت مگه منو نمیخوای؟ خب مهریه باید بدی داداش، مفتی که نمیشه، نه چک زدیم نه چونه عروسو بردیم خونه، مگه مسخره بازی؟ من گوهرشادم. گفت حالا مهر تو چیه؟ گفت 40 شب نماز شب بخون، پول مول که نداری، این خونت معلومه دیگه، این خونت چه خبره، کارگر ما بودی تو، حداقل 40 شب نماز شب بخون به لیاقتی برسی، میخوای با ما ازدواج کنی. حالا اون ببین، من دنبال مهر تو نیستم که، من از تو چیزی نمیخوام که، من میخوام تو به یه بلوغی برسی، اینو دارم واسه تو میگم، واسه خودم هیچی نمیخوام. آقا اینو انداختش تو نماز شب، اولا میخون به عشق گوهرشاد، دو رکعت نماز میخونم به عشق گوهرشاد، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم، چه سری چه دمی، عجب پای پر و بالای سیاه رنگ و قشنگ، ولزالی نیست بالاتر از سیاهی رنگ. نخ گوهرشاد بود دیگه، یواش یواش رفت جلو، مزه میده. اون بلده چیکار کنه؟ اون فرستادش در خونه خدا، گفت خدا یه بندته منو با تو اشتباه گرفته، ولی من مردی کردم، من انسانیت به خرج دادم، برش گردوندم بندتو، میتونستم تورش کنم. ما نامردی نمی کنیم، ما کفتربازیم، کفتر غریب بیاد میریم صاحبش، میتونیم دون بریزیم بیاریمش تو کجه، کاری نداره که. یه رفیق دارم کارش اینه، الان داره لایو میبینه. هرچی کفتر تو محله این، بابا انصاف داشته باش، مرد حسابی. یه ظرف آب گذاشتی رو پشتمون، دون ریخته اونجا، این کفتر ها من درست نیست واقعا. دو سه تا کفتر هم من اومده بیاد اینا پس بده. گفتم این وسط یه کفتر کاسب شم دیگه، این نمیشه. گفت خدایا بندت تو رو با من اشتباه گرفت، منو با تو اشتباه گرفت، منم مرد انسانیت به خرج میدم، برش میگردونم، بندت رو بهت پس میدم. تور کردنش با کی؟ با خودت. تورش کرد دیگه، فردای 41 فرستاد سراغش، گفته بود برو بابا تو کی؟ اصلیه رو پیدا کردم. ببین من اینا فرستادم نماز شب، دنبال خودم نبودم، اما مثلا میخواستم این بره، شرط واسه اومدن نبود، شرط واسه چی بود؟ رفتم بود. منتها شما نشناسی گوهرشادو، میگی گوهرشادم بیچاره سرش بیکلاه مون، داره به یارو گفت نماز شب بخون، خواست مومن بشه، اونم رفت جذب خدا شد. بعد تو اگه ندونی گوهرشاد چیکار کرده، احساس میکنه گوهرشاد شکست خورده، با اینکه گوهرشاد چی شده؟ پیروز شده. شما امام حسین، حالا مثال مشهدی زدم که حالا مشهدی اینا بدونید، مثال قومی هم داره البته. میخوام به شما بگم امام حسین رو نشناسی، امام حسین شکست میخوره، امام حسین خار میشه، ذلیل میشه، گفته من تشنمه. آقا اصلا اظهار عجب پیش ستم پیشگان خطاست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. صاحب میگه اینا، نه قربونت برم، من اینا رو بچه های خودم میدونم، من اینا امت جدمن، من برای اصلاح همینا اومدم، من میخوام دست همینا رو بگیرم. اینا همونان که مادرم روز آخر دعا کرد گفت خدایا ببخش و بیامرز گناهکارای امت بابامو، نه امت جدمن، من اومدم دستگیری کنم، چه خار شدنی، خار نمیشم. من یه العتش میگم، میدونی دو تا داداش بودن برگشتن، امام حسین وقتی گفت که حل من ناصر ینصرونی، از خوارج بودن اینا. آقا اینا تو دو بار جلو علی جنگیده بودن، این همونه که امام حسین دست گذاشت توی سحره فرعون، بعد طول جهود یه عمری تو گناه بودن برگشتن. یه سریه تو عالم دیگه، سر که نگه، یه چیز مخفیه، یعنی یه چیز جذابیه میشه بهش رسید. خیلی من حالا خواستید فرداتون توضیح میدم مثلا چیه، در چیز عجیبی نیست، ولی امام حسین دست گذاشته روی این نقطه و تو کربلا این اتفاق افتاده. میگه من حل من ناصر ینصرونی، میگم اگه منو بدونی کیم، در اصل میگم کسی کمک نمیخواد، من که کمک نمیخوام، من چه کمکی میخوام از شما، من که دارم راهو میرم، من میخوام به شما کمک کنم. امام حسینو اگه بشناسی، اگه درست بشناسی و نقشه رو بدونی چیه، متوجه میشی که حل من ناصر ینصرونی مفهومش این نیست که آیا کسی هست منو یاری کنه، اتفاقا مراش برعکسه، کسی هست که امت رسول الله، خاندان رسول الله، آل الله بخوام بهش کمک بکنن، در از این داستان. ولی ما نقش امام حسین رو درست نمیدونیم، اهدافش رو درست ترسیم نمیکنیم، بعد تو داستان کربلا امام حسین شکست میخوره، بعد ذلیل هم میشه، میاد به شهر میگه آب به من بده، اونم میگه آب بد نمیدم، میگه من میدونی من کیم، گواره میشناسم، گفت میدونی جد من کیه، گفت آره میشناسم، یه دینار واسه من ارزش نداره. الان امام حسین داره خار میشه، داره التماسش میکنه نکشدش. آره میبینی اگه ندونی امام حسین داره چی کار میکنه، فهم میکنی دارش کام کنه، داره خار میکنه خودشو. گفت میدونی بابام کیه؟ گفت بابات هم میشناسم، اونم یه دینار واسه من نمیارزه. آقا فهمو میدونی مادرم کیه؟ آقا ول کن این آدم نمی... بابا تو که
جای من، تو نمیدونی من دارم چی کار میکنم، که من دارم ته وجودش رو میگردم، اینم یه ذره مهربونی محبت، یه سر سوزن نور میبینم یا نمیبینم؟ چون فطرت که از بین نمیره، که این یه لجنی ریخته رو فطرتش که هیچ نوری ازش بیرون نمیزنه، من دارم لجنا رو کنار میزنم یه تیکه نور فطرت بزنه بگیرم دستم. همین کار رو پیغمبر کرده، طرف دیدبان دشمنه، داشت سپاه پیامبر رو، حواسش به لشکر پیامبر بود، لشکر میگم منظورم زیر هوشمشیر این مسخره بازی ها نیستا، همون جمعیت که دور پیغمبر بودن. بعد پیامبر دور شد، برای گفتم اینو 10 بار تعریف کردم، برای غزای حاج بود پیامبر شمشیر حمایل نمیکرد، یعنی هیچ وقت مسلح نبوده پیامبر. حالا بعضی خوششون میاد از اسلحه اینا، من نمیدونم چشونه ها، پیامبر هیچ وقت نجنگیده، چه نجنگیده که جنگ نکرده تو جنگ، مثلا تو جنگ بعد مسلمان ها 2 تا دونه شمشیر داشتن، پیامبر هیچ کسو نکشته تو هیچ جنگی، بپرسین ببینید تاریخ بخونید، هیچ وقت هیچ کسو نکشته. حالا بعضی خوششون اسلحه داشته باشن، نمیفهم یعنی چی آقا. من یه جای یک مسئول به من گفت که شما اسلحه نمیخواید فلان، گفتم من اسلحه میخوام چیکار کنم؟ ما مالیات میدیم، نیروی انتظامی امنیت ما رو تامین میکنین دیگه، همه جام که هست خدا وکیل. یعنی هر ما توی جاده ای داشتیم میرفتیم تو اصلویه، باور کنید 2 ساعت هیچ موجود زنده ای ندیدیم. بعد یعنی چون یه جاده عجیبی بود، بعد این دوست ما هم گفت دیگه کسی نیست، بیابون برهود آقا این شروع که گاز دادن. بعد من تو آینه نگاه کردم دیدم یه دونه پژو داره میاد، گفتم این دیگه چه، حالا ما ماشینم خیلی مدل بالا بود اینا، من گفتم این کیه داره با این سرعت میاد؟ بهش گفت، فکر کردم از این شوتیا و ایناست، مثلا قاچاق میبرن اینا، گفتم داداش بذار بغل، بذار این بره، اومد بغل، گفت بزن بغل، پلیس نامحسوس. گفتم آقا اینجا، اصلا خودش خندش گرفت، گفتم خدا وکیلی 100 کیلومتر این اونور یه دونه ماشین نیست، تو چه نامحسوسی هستی آخه؟ بعد شنا خیلی جریمه‌مون نکرد، گفت دیگه باید یه چیزی بنویسم برای دیگه ایمیج برای دوستام کارم، خدا خیرش بده کجاست. ولی خب چیکار می‌کردیم اونجا من نمی‌فهم واقعا. میدونیم پولی آره احتمالا میخوام بگم پلیس همه جا هستی که اینش یه اصله مسخره بازی، بعد میذاری خونه، چقدر آدم بی احتیاطی کردن، بچه اصله بزد باباشو کش، بچه چه میدونه چی اصلا، تق 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 میذاری اصله مسلح میکنی، اصله هم تیر میدوزه و حواست نیست، خشاب در میاری یه تیر موده میزنی زنشو یارو داده کشته. این خیلی از این اتفاق افتاد، مثلا همون 4-5 سال پیش که اصله افتاد تو دست مردم، یه مقدار زیاد هر کی برد تو خونه اصله بلد نبودن، نمیستن چی ها همجوری میزدن لطفار کردن. چه کاری آخه هست، نبشه دردت میخوره بابا جون، حالا کار نه نه ولش کن، این ربطی به موضوع نداشت، این ولش کن. بعد این رفت دنبال پیامبر، گفت میکشمش دیگه، پیامبر رفته بود برگشته بود زیر سایه درخت خوابیده بود، این اومد رسید بالا سر پیامبر گفت بکشمش، اومد نیزه بزنه، بعد گفت نه اینجوری نکشمش، یه زهره چش ازش بگیرم این قضیتمون کرده این. آقا شمشیرش رو در آورد، گفت پیامبر نها کردی اوه یکی باش داده باشم، گفت این قدم ها پیامبر متنفر بود. ببین یه تروریستی که اومده خود پیامبر رو بکشه، آقای باید یه کسی میاد میزن تو گوش من، خب آقا اما بعدی دیده، خب ما بعدی کردیم، معصوم نیستیم، 1000 تا اشته کمپانی اشکالاتیم ما، حق داره. خیلی وقتا من یارو تو خیابون من دیدم میگه مارمولک فلان، گفتم آش نوکرت من تمسا مارمولک کجا، راست میگه، میخواد بگه لباس پیغمبر رو دزدیدی، اخلاق پیغمبر نداری. این یعنی بیا وقت یه چیزی به ما میگن فوش نیست، ناسزا نیست، خیلی هم سزاست، ولی پیغمبر یعنی یه موجود بیعیب، تو از پیغمبر متنفری قطعا یه ریگه به کفش خودت، ربطی به پیغمبر نداره. یه وقت به منی آره من 1000 تا اشکال دارم، 1000 تا اشتباه دارم، بد اخلاقم، توندم، فلانم، چه میدونم 1000 تا چیز، بدبختیاتو همه رو علت شما میدونی، خب اون حق میدونه، من حق میدم بهت. اما یک آقای پیامبر چیز داشت، یعنی واقعا مریض بود، شمشیر گفت هان کی میتونه تو رو نجات بده از دست من؟ پیامبر تو خوابیده بود تو آرامش بی نهایت، گفت الله ربی. آقا پیامبر رو نشناسی میگه که ترسیده، هی داره میگه خدا و فلان، و پیامبر گفت خدا رب من، الله ربی، اون چیزی که همه رو مبهوت خودش کرده، اون چیزی که منو پرورش میده. آقا این انقاطی کرد، شمشیر رو بلند کرد بزنه روی این شنای صحرا، پاش لیز خورد زمین، پیغمبر شمشیرش رو برداشت وایستاد بالا سرش.
گفت خب حالا کی میتونه تو رو نجات بده؟ گفت کرم و که یا محمد کرمت میتونه نجات. آقا بشه من پاش کرم گفتی دیگه پاش بشه. شمشیرش بهش داد گفت برو. گفت کجا برم؟ اون ور دیگه، این ور که بچه ها اون ور سپاه شما ور دیگه برو ور. چکار کرد پیامبر؟ پیامبر یه درس خداشناسی واسش گذاشت. اون پایین بودیم با شمشیر بگو الله ربی، از خدا نجات داد پیغمبر رو. اون خدا چجوری موجودیه؟ کریم هم هست، چون گفت به کرمت من، گفت پاشو بخشیدمت، شمشیرش هم بهش داد. یعنی فکر نکنی اون زیره ترس بودا. الان دوباره تو اسلحه داری، من اسلحه ندارم، کی میتونه منو نجات بده؟ الله ربی که کریم است، چون به کرم تو رو بخشیدم، شمشیر بهت دادم، حتی شمشیرتو به غنیمت بر نداشتم، شمشیر ارزشمند بود آقاها، اسلحه ارزش داشت. میگم پیغمبر تو بدر دو تا دونه شمشیر داشته. گفت من هیچ جا نمیتونم برم، اشهد ان لا اله الا الله. آقا دم خدات گرم، خدا اینه که تو گفتی. امام حسین داره با شم چیکار میکنه؟ آقا تمام وجود اینو زیر و رو میکنه، ببین یه ذره محبت خدا پیدا میکنه یا نمیکنه، که بتونی یه کلمه بهش نشون بده، نه که فکر کنی ترسیده داره میگه من نوه پیغمبرم، من پسر علیم، من پسر فاطمه. ترس چیه؟ اینا شب عاشورا به بچهش میگه آقا این که حضرت قاسم گفت احلا من الاصل، مرگ احلا من الاصل. ما پیروز یه لایف میخواستیم بذاریم نشد دیگه، من یکی از اقوام فوت شده بود صبح عاشورا، فوت کرد، خدا رحمت، خدا همه گذاشتگان رحمت. بعد مراسم بیاد بود گرفتن، من گفتم همونجا راجع به مرگ صحبت کنم، شمعیتم خوب اومد صحبت کردیم، ولی دیگه نشد لایف بذاریم، یه فضایی بود نمیشد. یکی حرفایی که زدم بود، گفتم معمای مرگی که حضرت قاسم حل کرده انبیا نتونستن حل کنن، خدا پدر آموزیده. خدا به حضرت ابراهیم گفته اسماعیلتو ذبح کن. اولا خدا تو نخ خون اسماعیل نیستا، خدا اتفاقا میخواست قربانی کردن بچه رو از بین ببره ها، اینو بدون. عربستان مرکزی یه رسم غلطی داشتن، خوش سالم شد بچه‌هاشون رو سر می‌بردن، تمام بچه‌هاشون رو می‌کشتن، که می‌گفتن این نفرین برگرده، چه ظلمی بوده. یا اینکه پیش بوتاشون این که تو همه دنیا بوده، پیش بوتاشون بچه قربانی می‌کردن، بچه خودشون رو قربانی می‌کردن پیش بوت. این جنایتکار اصلا یه چیزی. همه عالم داره به ابراهیم نگاه میکنه، چرا؟ چون ابراهیم زن و بچه رو برد گذاشت به وادی غیر و زیزر وسط یه بیابون بیاب و علف. بعد خدا بهش گفت خب ابراهیم تو برو دیگه، برو اینا با منن، بنده منن دیگه، تو که من مهربونتر نیستی، برو پیکارت، برو اینا با من. جبرائیل به حضرت ابراهیم گفت کجا میری؟ این وسط بیابون بیاب و علف این بچه رو کجا داری میری؟ گفت من سپردم به اون. گفت به خوب کسی سپردی، پس بیا برو. آه کار ندارم. حضرت ابراهیم رفت، خدا هم که یه حالی داد به حضرت اسماعیل. حالا شاید اینا اصلا شما بگید همش اسطوره است، چی ها، من به اینا کار ندارم، من مفهوم واسم مهمه که مادر تشنه شد و بیشیر شد و برو بیا صفا و مروه، برو بیا بچه دست و پا بزنه، آب فوران بزنه، 12 تا چشمه اونجا بجوشه، شد یه حوض آبی و آب نوشید و یه اشاعری از اونجا رد میشن با گوسفندن، یه زن یا یه بچه وسط بیابون یه حوض آب بزرگ. گفتن خانم این چیه؟ گفت خدا لطف کرده به این بچه، این آب برای این بچه اومده. میشه من گوسفندام آب بدم؟ آب بدی، آب خود آب بدی، چه مشکل داره؟ گوسفنداش آب داد، هم بز منظورمه، بز آب داد. بعد بهش گفت که خب بیا حالا این یه دونه پس برای شما دیگه، این گذاشتیم آب بدیم. رفت و اونا گفت نرو فلان جا دنبال آب، یه جایی هست یه حوض آبی، یه زنه هست اونجا خیلی هم خوبه، میذاره آب بدی آب مالون. آقا اومد این دوباره اینم مثلا گلش آب داد، یه دونه چادر زد براش فلان. آقا ابراهیم بعد هم در 19 سال چند سال بعد برگشت، اسماعیل بزرگ شده بود دیگه، 19 سال دجاده. اومد اسماعیل یه مولتی میلیاردر بود به پول الان. خدا گفت خوب اداره کردم، حال کردی کف کن، بچه رو ببین، قد رو ببین، سرمایه رو ببین، عزت رو ببین، بچه بابا داشته باشه اینجوری بزرگ نمیشه، بیا بی بابا ببین چیکار کردم برات، خدای دستت درد نکنه. حالا اینو بر سر ببر. همه عالم دارن به ابراهیم نگاه میکنن که چه خوش شانسیه، بچه رو گشته کف بیابون، ببین چی شد. حالا به اسما به ابراهیم میگه بیا ببر، میخوام به ملت یاد بدیم آقا بچه تو نکش، اولا ازش دل ببرا، چون اگه عشق به بچه داشته باشی به خاطری سر مردم رو میبری، بچه دل ببر.
ولی به ملت بگیم حالا بچه سر نبرید، چی سر ببرید؟ حالا به جا بچه یه گوسفند، یه بزی، قوچی، چیزی سر ببر. حالا مرحله بعد داشته ها، بعدن یاد بدیم که اصلا به چی سر ببری؟ دل بکن. حالا حاجیای ما میرن گوسفند میکشن، گوسفند رو به رو گوسفند میکشن، من نمیفهم یعنی چی. این کار جنایته، جنایتکاری. این کار که شما توی بیابونی چند هزار گوسفند بیاری جلو هم گوسفندا رو سر ببری، این جنایته. من واقعا نمیدونم یعنی چی. حالا که علما اجازه دادن که تو شهر خودت این کارو بکنی، اونجا نیت کن اینجا واسه سر ببرن. تازه حالا اگه میخوای سر ببری تو شهر خودت هم، نه تو خونه جلو بچه و فلان و اینا، باقا کشتارگاه داره تو اگه میخوای سر ببری. حالا من دیگه چیز دیگه شو نمیگم، ولی اصل اینه که تو باید سر نفستو ببری. اما اون لحظه ای که اومد این کارو بکنه، اومد این کارو بکنه، اسماعیل بهش گفت بابا دستا منو ببند، پاها من ببند، چاقودم تیز کن. چرا؟ گفت انهو امرون شدید. مرگ چیز شدیدیه، عجیبه، یه وقت چیز نشی، کم نیاری. ای واقعا مرگ اینجوری حضرت اسماعیل؟ نه، اهلا من الاصله، نمیدونی چیه. خود حضرت ابراهیم، اسرائیل اومد جونشو بگیره، به اسرائیل گفت کدوم خلیل جون خلیل میگیره؟ خدا این همه ادعا کرده، پر کرده عالمو خلیل خلیل خلیل، همه خلیل، جون من میخواد بگیره. میگه اسرائیل نتونست جونش بگیره. اومد گفت خدا یه چیزی میگه من نمیتونم کاری بکنم. چی میگه؟ گفت میگه خلیل جون خلیل میگیره. گفت برو بهش بگو خلیل از ملاقات خلیل فرار میکنه. مرگو یعنی چی؟ قرآن میگه اون چیزی که ازش فرار میکردی ملاقات با خدا بود. این معما رو حضرت قاسم حل کرده، میگه اهلا من الاصل. این علی ابن ابی طالب حل کرده، میگه اشتیاق فرزند ابی طالب به مرگ از اشتیاق بچه به سینه مادرش بیشتره. اینو حسین حل کرده، میگه مرگ برای انسان مثل گلوبند به روی سینه دختر جوان، چقدر زیبایی ایجاد میکنه. اینو معما رو حل کردن. بعد اینا مرگ بترسن؟ چرا باید مرگ بترسن؟ پس اگه اونجا داره به شمر یه جمله میگه، در اصل میخواد دست شمر رو بگیره. مرگش این شاگردای اینا امگ نترسید، اصلا اینا که امگ نترسیدن شاگردای اینا بودن. خدا بابت بیامرزه، مرگ خوشمزه ندیدی قربونت برم، چیکارت کنم؟ این قدیما تو حجره ها تو مدارس علمیه بعضی از علما با طلبه ها زندگی میکردن. بعد پولو کم بود قدیم، پولو شب عید بود، اونا مثلا بالا شهری ها سبزی پلو با ماهی می‌خوردن، ما این پایین ماهینا مثلا رشته می‌ریختیم، یه ذره پلو بود اون رشته پلو، چون رشته بود پلو هم داشت. بعد اینا اینجوری بود، پلو مثل حالا نبود انقدر زیاد، حتی پلو الان هم که هندی مندی من نمی‌فهمم چی ان اینا، اصلا لامصبا می‌ریزی تو دیگ دم می‌مونی نمی‌فهم واقعا. من روشن نگه میگه من دم کشیدم. دیدید این برنج هندی‌ها چیه و عجیبیه اینا؟ دیدید نمی‌زنن مار میاد بیرون، موجودات عجیبی ان. برنجاشون هم اینو خودشونه میریزی تو دیگ دم میاد، آب میریزی دم میکشه، نمیریزی دم میکشه، از همینجوری امتحانی بریزین دم میکشه. اصلا آقا من روشن نکردم، من دم کشیدم دیگه، تو دیر گفتی. آره یارو عروسی دلستر داده بودن، جا شراب خورده و مست شده بود، گفتم دلش دلستر بود، گفت جون دلش دیر گفتی، من دیگه مست شدم. حالا قضیه ایناست. بعد آخونده عالم پیرمردی از علما با طلبا، آقا طلبه رو دعوت کرد بهشون پلو آلو داد، پلو خورشت آلو. اصلا اینا پلو نیده بودن، آقا دمت گرم خوردن. و بهشون گفت بچه ها برای ختم من همین جلسه بسه. اینا نفهمیدن چی میگه، گفتن آقا بازم به ما پلو میدی؟ گفت ایشالا اونور، فکر اونور حیات مدرسه رو میگه. گفتن آقا دمت گرم. اینا رفتن میگه نماز صبح پاشه حاج آقا نمیاد، چرا اتاق روشن نمیاد. رفتن در زدن، در رو واکندن، تو سجده نماز دنیا رفته، پلو آلو ختمش هم خودش داده. این چیزی نیست ازش بترسی، به خدا نمیدونی چیه. من داشتیم این فامیلمون رو دفن میکردیم، خیلی آدمش شیرینی بود، آدم خوشمزه، همه دوستش، ما خاطر بد ازش نداریم، خیلی هم منو دوست داشت. من بچه بودم تو خونه اینا بودم یه مدت، اینا خیلی به من محبت کرده بود، خیلی من دوستش داشت. داشتم دوما داشتم یه بچه لاتیه داشت، آدم حسابیه، این بچه درجه یکیه. بهش گفتم داشت فرید، گفتم داشت فرید اگر ثبت نامی باشه من حاضرم بعدیش باشم، نفر بعدی من. نمیدونید مرگ چیه، ازش میترسی فرار میکنی، عجیب فرار میکنید، نمیدونید چقدر خوشمزه است، نمیدونید چه اتفاقی میفته. فقط کال از دنیا نرو، همین.
عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرایت ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. امام حسین مرگ میخوام دست شم رو بگیرم، نمیبینید دارم چی کار میکنم براش؟ میدونی اگه یه سر سوزن محبت فاطمه زهرا داشت چی میشد؟ با هور چی کار کردم؟ هور رو ریختم به هم ببینم تو وجودش. دیدید میخوای مثلا یه آجیل میارن مثلا میزه توی سینی دنبال مثلا پسته میگرده توش، یه تکون میده بالا پایین میشه، یه پسته میگه آها یه پسته پیدا کردم. هان وجود هور رو یه ریختیم ببینیم یه الماس توش در اومد. بهش گفتیم سکلت که آقا، سکلت که امک مادر به بچهش میگه این فوش نیست، این ضرب المثله، یعنی بمیری بهتر از اینه که اینجوری زندگی کنیم. مادر به بچهش میگه، معاذ ابن جبل به پیامبر گفت یا رسول الله انا اخذ به ما نقول، حضرت فرمود سکلت که امک، آقا به خاطر حرفایی که میزنی مؤاخذه میشیم که آقا فهمو مادرت بمیره تو از مادرت به آزاد بشینه. بچه آدم چی میره به آدم رو جهنمی میکنه غیر از چیزی که با زبونش درو کرده؟ بعد اینو میدونیم، دیدی مامان یه وقت به بچهش میگه بمیره من عزاتو بگیرم، خبر مرگ تو واسم بیارن، یعنی نکن این کارو، نرو این راهو، این پر محبته ولی به لاتا برمیخوره چون کلمه ام داره. به حضرت بهور گفت سکلت که امک، گفت ببین آقا مادرت فاطمه، الماس زد بیرون، ببین مادرت فاطمه است، من نمیتونم چیزی بگم و هر کی دیگه غیر تو بود جوابش میدادم. آقا فهمو خوب الهیش تو که خودمونه میاد. عمر سعد ابن زیاد راجب هور یک فکر درست کرد، یه فکر غلط. فکر درست این بود که غیر هور هیچ که جلو حسین رو نمیتونست بگیره، هور هیچ رابطه‌ای با اهل بیت نداشته. راه به امام حسین هم گفت نمیذارم برگردی، نمیذارم بری. حضرت گفت به من نامه دادن، گفت ما که بهت نامه ندادیم. من بهت نامه دادم؟ نه. هر چی امیر عبیدالله بگه، یعنی همه رو درست فهمیده بود، فقط راجع به هور یه اشتباه کرد دیگه. یادش رفت بگه هور با حسین سر یه سفره نشینی یا نذاری لقمه دهنت بذاره، دستتو نگیره باید قدم بزنه، باید حرف بزنه، وای نسی نگاه کنی چه جوری با دخترش حرف میزنه، چه جوری با اینا رو ببینی میری یا دلت میر. اینا رو یادش رفت به هور بگه. هور 7-8 روز با امام حسین بود، صبح عاشورا گفت اصلا من مال اینا نیستم، اصلا نمیتونم اینجا وایسته، اصلا نمیتونست وایسته. طرف به هور گفت، هور به من میگفتن شجاع عرب، چی میگفتم توی تو داری میلرزی. بهش گفت بین بهشت و جهنمم نمیفهمی؟ میری چی بهتون میگم؟ اگه شم دست داده بود به ابو عبدالله، خدا میدونه ابو عبدالله کجا میبردش. آی شوشتری میگه من اولا فهم میکردم مقام حبیب هور بالاتره، آیات و روایاتی دیدم هور اگه حبیب بالاتر نباشه هم سطح حبیبه. آره دادش، داستان اینجوری بمونه، بقیهش فرد خیلی حرفی. سلام بدم آقا ابو عبدالله. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أهات به المجد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جاله الآخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين.